د افشا سو مستند فلم د جمهوریت نظام له سقوط وروسته مخکنی سیاسي مشران تل په رسنیو کې د نوو اسنادو په ښکار کولو سره یو بل په جاسوس، غدار، خائن او د جمهوریت نظام د سقوط لامل بولی. سرپرست محترم و قانون تن نداد و گفت نعمت چون تعیین شدی بنام آقای اتمر صلاحیت نداره که مرا پس کنه. ایره میپذیره که آقای اتمر مرا میتونه تعیین بکنه، اما ایره میپذیره که او میتونه پس شخص دومه که مسئولیت بگیره، چون او اصلا رده شخص دوم سفارت کرده بود، سفیر بود. د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر خالد پاینده ادعا کوي چې د جمهوری نظام زیاتره مشران په اداري فساد کې شکیل دي. نو یوازې د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز پخوانی رئیس فاروق حلیم ادعا کوي چې د جمهوریت نظام یوازنی هدف د هیواد د ملي شتمنیو چور او چپاول و. اینا بر حکومت کردن اصلا نیامده بودند، اینا بر ازی آمده بودند تا سرمایه ها و داروهای میدی افغانستان غارت بکنند. آقای محب در بخش نظامی تمام امو ثروت و داروهای ملی را جمع می کردند، آقای فضلی هم در بخش ملکی و به همین ترتیب آقای خانم رولاغنی و شخص آقای اشرف غنی در رأس اینا وظیفهشان همی بود که چطور بتانند سرمایه ها و داروهای ملی افغانستان غارت بکنند. شخص رئیس جمهور خودش مدیریت میکرد فسادی را که همه روزه در کشور جریان داشت، با عامل اصلی سقوط نظام هم فسادی بود که توسط رئیس جمهور فساد به شکل سازمان یافته ادامه داشت.